سلام، من برگشتم با یه کلیپ جدید و با یه جای جدید. اینجا یه جای خیلی خیلی دنجیه، واقعا کامفورتبل، راحته. هرکی بشینه دوست نداره اینجا پاشه. یه جای خیلی خوشگلیه، حالا نمیدونم که میتونیم ببینیم یا نه. اینجا یه درخت خیلی خوشگلی داریم. اینجا کافه ایران آکسفورد هست، کافه زبان ایران آکسفورده. امیدوارم که بیاین از نزدیک ببینین و کافاش هم حرف ندارم. خب چون امروز میخواییم در مورد موضوع حالت دوستانه صحبت بکنیم، در واقع گریتینگ، سلام و احوال پرسی، گفتیم که یه مکانی هم داشته باشیم که خیلی دوستانه باشه دیگه، صمیمی باشه. خب موضوعی که میخواییم امروز صحبت کنیم در موردش، در مورد سلام کردنه. ما تو انگلیسی چند نوع روش داریم که میتونیم گریتینگ کنیم، یعنی سلام احوال پرسی کنیم با هم دیگه. و خب خیلیش شما میدونین، حالا شاید هم یکی دوتاشو ندونین، بهتر که با هم دیگه بریم ببینیم که چیا هستن. خب بریم سراغ اولیش. اولیش خیلی رایجه و خب نسبتاً هم یه خورده مرسومه، ولی و هممون زیاد استفادهش میکنیم و یه جوری شاید فرمال مانند باشه نسبت به حالا بقیه که میخواییم بریم جلو. اولیش هلو 100% شنیدین تو فیلم ها و تو روزمره خیلی استفادهش میکنیم. دومی هست های، یه خورده اینفورمال تر میشه، یعنی غیر رسمیه، یه خود دوستانه تره. So hello, hi. میرین سراغ سومیش. وقتی که خیلی صمیمی هستیم با یه شخصی میتونیم بگیم hey there, hi there. Okay. و چهارمی، وقتی با یه دوست خیلی صمیمی میری بیرون میتونی بهش، وقتی میبینیش میگه hey boy, hey bra، و اگه یه دختر باشه میگه hey girl. So hey bra, hey boy, hey girl. و پنجمی، اگه دیگه خیلی صمیمی بودیم با دوستتون و حالا شوخی و اینا داریم باهاش، میتونیم بگین hey dude, hey dude، یا howdy, howdy. و بعدی بیشتر شاید توی فیلم هایی که حالا لهجه استرالیایی هست شنیده باشین یا حالا جای دیده باشین که کسی که استرالی هست بگه، میگن you, you. و وقتی که بعدی میریم سراغ موقعی که توی جمعی وارد میشین، خیلی جمعیت هست و میخوایم بگین که hey you all, hey you all. حالا اگه بخوایم خیلی سریعش بگیم میگیم hey y'all, hey y'all. و بعدی یه مقدار حالت سوالی داره، ولی خب سوالی خیلی نیست و ما اینو به عنوان ما اینو استفاده میکنیم وقتی میخوایم دوباره سلام کنیم. دیدین توی جمع وارد میشه میگه ببین اوه کی اینجاست، به انگلیسی میشه hey look who it is, who it is. و بعدی اینو زیاد شاید توی ما توی ایران خیلی استفاده نمی کنیم، یعنی وقتی یکی رو میبینی میگی سلام. و توی آمریکایی توی فیلم های آمریکایی شاید خیلی شنیده باشین، وقتی که همدیگر میبینن نمیگن hello, hi و خیلی از این چیزهایی که الان گفتیم، مثلا اسم طرف رو صدا میکنم، مثلا hey Jack, hey Jack، این یعنی که سلام Jack، چطوری؟ و خب بعد از اینکه سلام کردیم، حالا میریم سراغ اینه که سراغ این که میگیم چطوری، حالت چطوره. و رایج ترینش که خیلی موقع ها استفاده میکنیم و شنیدیم چیه؟ آفرین، how are you, how are you. و اینو دقت کنیم، بعضی من شنیدم میگن how are you، این غلطه، میشه how are you, how are you. و سوال بعدی که میتونیم بپرسیم یعنی همین معنی رو داشته باشه، میتونیم بگیم که how it's going, how it's going. خب بعدی میریم سراغ سوال بعدی، یعنی همین معنی رو داشته باشه ولی به یه شیوه مختلف، میگیم what's going on, what's going on، یا how's it going, how's it going. و وقتی که یه خورده صمیمی تر باشین میتونی بگین what's up, what's up, what have you been up, what have you been up to. و بعدی میگیم که مثلا what's up, what's up، وقتی که خیلی صمیمی هستیم با دوستامون، what's up or what's new, what's new. خب حالا وقتی که از شما میپرسن حالا how are you, how's it going, what's up، جوابش چی میتونه باشه؟ رایج ترینش که میدونیم از بچگی باهاش بزرگ شدیم، میگیم fine thank you and you.
ولی حالا میخوام یه خورده چند تا بهتر یاد بگیریم و یه مقدار پیچیده‌تر و خوشگل‌تر. میتونی بگیم که I'm very well یا میتونی بگیم که No complaints. I'm okay. یعنی شکایتی نیست. من خوبم. یا میتونیم در جواب بگیم که Everything is well. Everything is okay. Everything is good. Or I'm just well. I'm just okay. اگر حالمون خوب نباشه، روی مود نباشیم، باید بگیم چی؟ Things are not good. خب و در آخر معمولا وقتی میخواین خدافظی کنین و اولین بار هست که اون شخص رو دیدین و میخواین بگه خیلی خوشحالم که شما رو دیدم، آشنا شدم، میشه Nice to meet you or nice to meet you. این meet به خاطر تی و you هست، میشه meet you.